به نام خدا، با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز و همراهان مجموعه فرادرس، در خدمتون هستیم با ارائه مباحث مربوط به درس ارتعاشات پیشرفت سیستم های ممتد که یکی از دروس کارشناسی ارشد رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی هست و در بعضی از رشته های دیگه مثل رشته های هوا فضا تدریس میشه. بنده صالح پور هستم، دکترای مکانیک و عضو هیئت علمی دانشگاه. در ابتدا یه سری مقدمات کلی رو مطرح میکنیم و بعد وارد جزئیات خواهیم شد. همونطور که میدونیم در خیلی از شاخه‌های مهندسی ما با سیستم‌های غیرگسسته یا اصطلاحاً پیوسته مواجه هستیم. برای طراحی همچین سیستم‌هایی لازمه تا ما بتونیم اطلاعاتی در خصوص عملکرد دینامیکی و ارتعاشی اونها هم داشته باشیم. پس پیش‌بینی دقیق ویژگی‌های عملکرد دینامیکی و ارتعاشی سیستم‌ها برای طراحی اونها لازم هست. و از طرفی پاسخ سیستم ارتعاشی به تحریکاتی که انجام میشه روی سیستم و همچنین ویژگی‌های خود سیستم وابسته است و ما دنبال پیدا کردن این وابستگی هستیم در تحلیل‌هایی که انجام خواهیم داد. تجزیه و تحلیل ارتعاشات می‌دونیم یعنی تعیین پاسخ برای یه تحریک مشخص. با توجه به این تعریف لازمه که ما ابتدا بتونیم مسئله فیزیکی خودمون رو در قالب معادلات ریاضی به شکل مدل‌سازی ریاضی در بیاریم، یعنی معادلات رو استخراج بکنیم، بعد این معادلات رو حل بکنیم و روی پاسخ ها بیایم تفسیر انجام بدیم، بحث و بررسی بکنیم و به اون نتیجه مطلوبمون برسیم. خب میدونیم هدف از مدل سازیمون هم در واقع استخراج معادلات ریاضی حاکم بر رفتار سیستم خواهد بود. ما از اصولی مثل اصل دالامبر، قانون دوم نیوتن، اصل همیلتون و این قبیل اصول دینامیکی استفاده میکنیم تا معادلات حرکت سیستم ارتعاشی رو استخراج بکنیم. همچنین با استفاده از روش‌های تحلیلی یا عددی این معادلات حل میشه و پاسخ این معادلات استخراج میشه. در اولین گام ما سعی داریم تا در خصوص اصول دینامیک تحلیلی یه سری مروری داشته باشیم و سری مطالبی رو خدمتتون ارائه بدیم. اصول دینامیک تحلیلی، در دینامیک تحلیلی ما دو تا رویکرد اساسی داریم. یکی رویکرد نیوتونی هست. در رویکرد نیوتونی میایم میگیم که از قوانین نیوتن برای یک ذره یا مجموعه از ذرات استفاده می‌کنیم و برای تحلیل حرکت هم از مفاهیمی مثل نیرو یا مومنتوم بهره می‌بریم. اما توی رویکرد تحلیلی کل مسئله رو به صورت یکجا و به کمک دو مفهوم انرژی جنبشی و کار تحلیل می‌کنیم. پس در رویکرد تحلیلی کل سیستم به صورت یکجا با کمک دو مفهوم انرژی جنبشی و کار، در رویکرد نیوتنی برای یه ذره یا مجموعه از ذرات و تحلیل حرکت هم به کمک مفاهیمی مثل نیرو و مومنتوم یا اندازه حرکت مورد تحلیل و بررسی قرار میگیره. در اینجا لازمه که ما یه تعریفی هم برای درجه آزادی و قید مطرح بکنیم. خب درجه آزادی یه تعریف استاندارد کلی داره که یه سری ویژگی ها داره این تعریف. خیلی نکته مهمیه. تعداد مختصات مستقلی که بتونیم به کمک اونها موقعیت همه ذرات سیستم رو تو هر لحظه تثبیت بکنیم. موقعیت تمامی ذرات در هر لحظه تثبیت بشه. به این تعداد مختصات مستقل میگیم درجه آزادی. اما قید چیه؟ میگیم قید یه معادله‌ایه که رابطه بین مختصات ذرات مختلف رو توی سیستم بیان میکنه. یعنی ممکنه بین مختصات ذرات مختلفی که توی سیستم قرار دارن یه سری رابطه ها برقرار باشه. این رو اصطلاحاً رابطه قید میگیم. اگر تعداد درجات آزادی سیستم رو که تعداد ذراتش n هست و تعداد معادلات قیودش c هست بخوایم به دست بیاریم، به راحتی میتونیم با استفاده از این رابطه استخراج بکنیم. n کوچیک تعداد درجات آزادی رو نشون میده، n بزرگ تعداد ذرات سیستم رو نشون میده و c تعداد اون معادلات قیدی که بین مختصات ذرات مختلف برقرار هست رو نشون میده. و در ادامه یه سیستمی رو که خیلی هم استفاده خواهیم کرد تو این درس معرفی می‌کنیم تحت عنوان سیستم هولونومیک. ما سیستم‌های رو هولونومیک می‌گیم که دارای قید بوده و بتونیم توابع قید رو بر حسب تابعی از درجات آزادی و زمان بیان بکنیم. پس اینجا بحث ما توی سیستم های هولونومیک یک بحث مشخصی شد.
خواهم کرد.